چی بهتر از اینکه یکی مثل خانم پالیزبان بیاد اون 20 درصد ارزی رو به من درس بده، تستاشم بزنه، جمعش کنه بره. کاری که امروز میخوایم بکنیم همینه. فقط مثل همیشه من انرژی میخوام و تایپ کردن. آماده ای؟ کلن سر کلاس من باید دست رو ماشه باشه ها. دم شما گرم. خب دقیقاً کسایی هستن که اولین روزشون باشه امروز، یعنی کلا منو الان دارن میبینن. اوه چه خبره. خب پس هیچی دیگه. پس شما هم مثل بقیه بچه‌ها که هفته پیش بعد از کلاس زبان نه تنها خسته نبودن بلکه کلی انرژی داشتن، شما هم همین اتفاق براتون میفته. خب بریم مستقیم سراغ درسمون که وقتمون کمه، یه هایی ازش چیزی در نره، یعنی دیگه نمونه دیگه برای دفعه بعدی. خب چون دیگه دفعه بعدی دیگه فکر نمی‌کنم کلاسامون رایگان باشه، یعنی بچه‌هایی که ثبت نام کردن دیگه میتونن کلاس‌ها رو ببینن، پس بذار تا جایی که میتونیم بهترین‌ها رو بهتون منتقل کنیم. خب چیزی که میخوام بهتون امروز بگم اینه که درس امروز یه درس خیلی سختیه. مثلا درس سختیه. چرا درس سختیه؟ چون این درس ریشه دونده توی دهم، یازدهم و دوازدهم. ولی خب طبق معمول بازم سر کلاس معنی شاگرد پالیزبانی از معنی خبری نیست. پس سر این کلاس هم قرار نیست معنی کنی. فقط من یکم اولش میخوام چون درس رو برات عادی کنم، میخوام شروع کنم از زبان ساده ساده گفتن تا به اون چیزی که میخوام برسم. نگاه کنید بچه‌ها. نگاه کنید. ببینی چیزی که اینجا داری میبینی، میگه من ظرف ها رو شستم، من او را دیدم. اگه من ازت بپرسم که فعل چیه، خب تو خونه به من میگی خانم پالیزبان فعل کلمه ایه که اتفاقی که تو جمله میفته رو میگه. میگم آره قبوله. مثل شستن، پختن، رفتن، اومدن، آوردن، بردن، اینا همه فعلن. حالا اگه بهت بگم من ظرف ها رو شستم چند تا فعل داره، موقعی که میگم من ظرف رو شستم چند تا فعل داره، میگی خب شستن یه دونه، من او را دیدم فعلش چیه بچه ها؟ دیدن یه دونه است. میبینی من ماشین رو پارک کردم، پارک کردن فعلش چند تاست؟ یه دونه است. میبینی کلن جملات من میتونه یه فعل داشته باشه، مثل همین مثالی که من زدم. نگاش کن، من ظرف رو شستم یه دونه فعل داره، من او را دیدم میبینی یه دونه فعل داره، من تکالیفم رو نوشتم یه دونه فعل داره. خب پس اینا جملاتی هستن که آقا زمان این فعال نیست فکر کنم، آره یا من فعالش نکردم. بذارید این داستان رو فعال کنیم. دوستان پشت صحنه این تخته من رو فعال کنید اگه امکانش هست. خب حالا نگاه کن اینجا رو. من میگم اون به من قول داد درس بخونه، اون به من قول داد درس بخونه. اگر بهت بگم الان جمله شما، چند تا فعل داره، بچه ها من مصدر اسم مصدر اینا رو بلدم ها. خب میخوام یه کاری کنم به زبان ساده اون چیزی که میخوای رو بفهمی. نگاه کن، میگم شبیه فعل چند تا توی این جمله است. الان بهش میگم که اون به من قول داد که درس بخونه، اون به من قول داد که درس بخونه. اگه بگم فعلش چیاست، میگی یکی قول دادنه یکی درس خوندنه. این فکرم تخته ما مشکل داره. همین بر فعلا آقا بیاین رو تخته همینجوری بنویسم فعلا تا تخته درست شه. اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن. میگم اون به من قول داد درس بخونه. مثلا مثل چی؟ مثلا میگم من میخوام شنا کنم، I want to swim، من میخوام شنا کنم. یا این که مثلا میام میگم I let him swim، من بهش اجازه دادم شنا کنه. خانم پالیزبان برای چی داری معنی میکنی؟ الان دارم این کار میکنم، موقع تست دادن یک کلمش رو معنی نمیکنم، تست خطه ولی من معنیش نمیکنم. یا این که میام بهت میگم I enjoy swimming، من از شنا کردن لذت میبرم. اینجا رو یه دقیقه نگاه کن. درست شد؟ اوکی شد. میگم پس نگاه کن، من اگر دارم برای تو مثال مینویسم، میگم I want to swim، من میخوام شنا کنم، دو تا فعل داره شبیه فعل. I let him swim، من بهش اجازه دادم شنا کنه. اگه بهت بگم فعلاش چیه، میگی یکی اجازه دادن یکی شنا کردن. I enjoy swimming، من از شنا کردن لذت میبرم، یکیش چیه بچه ها؟ لذت بردن، یکیش هم شنا کردن. میبینی؟ پس به این گرامر خیلی جالب شد، به این گرامر در زبان انگلیسی میگن قانون دو فعل. قانون دو فعل چیه پالیزبان؟
وقتی که جمله بیشتر از دو تا فعل داره. میبینی؟ برم نگاه کنم. بچه‌ها دیگه خنگم باشم میدونم فعل اول کدومه، فعل دوم کدومه. اینا این فعل اول، این فعل دوم. این فعل اول، این فعل دوم. این فعل اول، این فعل دوم. حالا نگاه کن، حالا نگاه کن، حالا نگاه کن. توی کنکور چیکار میکنه؟ این فعل دومیه رو به شما جای خالی میده. میگه بگو ببینم فعل دوم چه شکلی میتونه بیاد. او یعنی چی؟ اینجا رو نگاه کن. ببین. من توی هر سه تا مثال فعل سویم رو نوشتم. درسته؟ ولی به من بگو ببینم توی هر سه تا مثال سویم یه شکله یا تغییر کرده؟ یه شکله یا تغییر کرده؟ بارکالله، دقیقاً تغییر کرده. پس نگاه کن، فعل‌های دوم به بعد قراره برای من انگار سه تا شکل داشته باشن. نگاه کن، یه جا سویم با چی اومده بچه‌ها؟ با تو اومده. پس من اینجوری می‌نویسم فعل‌های دوم به بعد سه تا شکل داره. یه جا چجوری اومده؟ با تو. بعدی رو نگاه کنم، سویم اومده. برای اینکه شبیه من فکر کنی و شبیه طراح بخوای فکر کنی اینطوری یاد بگیر. با تو. بچه من اگر توی اینو بردارم این دوتا عین هم میشن. نگاه کن، سویم سویم، فرقشون توشونه. پس یا با تو میاد یا بی تو میاد. اینها، این بی توه همون شکل ساده فعل بچه ها. فهمیدی؟ یا اینکه چی میگیره کلن، یا اینکه چی میگیره کلن، آینجی میگیره. پس حاج آقا، حاج خانوم، فعل‌های دوم به بعد کلن سه تا شکل داره. فعل‌های دوم به بعد چند تا شکل داره؟ سه تا شکل داره. چی؟ با تو، بی تو، آی ان جی. مدیونی تو خونه بلند جواب منو ندی. من میگم تو جواب بده، فعل‌های دوم به بعد چند تا شکل داره؟ بارکالله. سه تا شکلش چی هست؟ بگو چی هست؟ با تو، بی تو، و آخریش آی ان جی. دقیقاً. بارکالله، دم شما گرم. حالا کار امروز ما اینه که ببینیم کجا فعل با تو میاد، کجا فعل بدون تو میاد. بدون تو همون ساده هست. کجا فعل با آی ان جی میاد؟ حالا یه دقیقه نگاه کن یه دقیقه تخته رو یه دقیقه نگاه کن، قیافه یه تست یه دقیقه نگاه کن. من هفته پیشم بهت یاد دادم، گفتم کسی که شاگرد منه اولین کاری که میکنه به گزینه ها نگاه میکنه. نگاه کن گزینه های این تست رو. To read, read, reading, read. هر وقت توی گزینه ها اومد یک فعل رو با تو، بدون تو و آی ان جی داد، دقیقا مثل این چیزی که میبینی. نگاه کن، با تو، اگر توشو بردارم این میشه بدون تو و آی ان جی. خب فعلای دوم به بعد کلا سه تا شکل دارن دیگه. کنکور من چهار تا گزینه داره. خب معلومه یکی چرته دیگه. پس چی شد؟ با تو، بی تو، آی ان جی. هر وقت اینا رو تو گزینه دیدم میفهمم گرامر این درسه. حالا من بهت یاد میدم چی کار باید بکنیم. اینجا رو نگاه کن. میگم بچه ها کلن خیلی ساده است. من میخوام از شکل بدون تو شروع کنم. بچه ها بدون تو همون شکل ساده یه فعله. فعلای ساده دو جا میان. به خدا، به والله اگر جای اینجوری بشنوی این درس رو. میگم فعلای ساده یا بدون تو دو جا میان. یک، اگر قبل از جای خالی فعل لتو میک ببینم. آقا بعد از لتو میک فعل به شکل ساده میان. پس چی شد؟ بعد از لتو میک فعل به شکل ساده میاد. اینجا رو نگاه کن، بعد از لتو میک فعل به شکل چی میاد؟ ساده میاد. تام شد. بچه ها حتی اگر این لتو میک تغییر قیافه بدن، قیافهشون عوض شه، باز به شما ربطی نداره. یعنی حتی اگه بشه لتس بعدش ساده میاد، بشه لتینگ بعدش ساده میاد، گذشته بشه بعدش ساده میاد.
میک بشه میکس بعدش ساده میاد، بشه میکینگ بعدش ساده میاد، بشه گذشتش میشه میت که اونو بعدن یه استثنا میگم. پس چی شد؟ بعد از دو تا فعل let و make فعل به شکل ساده میاد. تام شد. این اول اینجا. دوم اینجایی که فعل به شکل ساده میاد چیه؟ درس 4 دهم. بچه من سر کلاسام کلن عادتمه. نمیام هی درس بدم بعد تستو بذارم جلوت بگرخی. میگم نه بیا همه رو با هم جمع میکنیم. ببین الان مثلا یه تیکه درس 4 دهم رو داریم میگیم. رایتینگ 2 11 میگیم، رایتینگ 3 11 میگیم. چرا؟ چون همه اینا با هم جمع میشن میان میشن یه تست. پس کاری که ما میکنیم اینه که یه تست رو داریم میذاریم جلوت. حالا چیه قضیه؟ تو درس 4 دهم شما یه سری کلمات خونده بودین، اسمشون مودالز بود. میگم آقا بعد از افعال مودالز فعل به شکل ساده میاد. اوه خان پالیز با مودالز دیگه چیه؟ می نویسم مودالزا سخت نیستن. کن قطعا داره یادت میاد. کود، شود، می، ماست، ویل، وود، اینا همه مودال وربن. حتی هفت تو و هست تو و هت تو هم از این قانون پیروی میکنن. پس میگم آقا جان من بعد از مودال ورب فعل به شکل ساده میاد. مودال ورب چیان؟ همین کن و کود و شود و می و ماست و ویل و وود و هفت و هست و حتی و اینا. پس خیلی باحال شد. پرونده فعل های ساده بسته شد. کلن فعل های ساده، دو جا بیشتر نمیاد. یک، اگر قبل از جای خالی let و make ببینم، یا اگر قبل از جای خالی مودالز ببینم. تمام شد. پس من میگم آقا فعلای دوم به بعد تختر نگاه. فعلای دوم به بعد 3 شکل داره. با تو، بی تو، آی ان جی. منم بدون تو شروع میکنم. چند جا میاد؟ تو خونه جواب بده. چند جا میاد؟ 2 جا میاد. 1 بعد از 2 تا فعل let و make، یا بعد از چی؟ بعد از افعال مودال. تمام شد. پروندهش تموم شد. نگاه کن الان اینجا رو. پاورت این یکی تخته رو نگاه کن. خب. ببین نگاه کن چی نوشتم. نوشتم بعد از let و make فعل ساده میاد. خیلی ساده است. نگاش کن. بیا. گزینه ها رو نگاه کن. گفتم با شاگرد منی گزینه نگاه کن. اومده گو رو ساده با تو آی ان جی داده. با یه گزینه چرت. درسته؟ خب چی کار میکنم؟ چون قبل از جای خالی let دارم میبینم، بعد از let و make فعل بدون تو میاد، یعنی این. یا اینجا بعد از مودالا can، could، should، will، would نگاه کن، بعد از can فعل به شکل ساده speak اومده. فهمیدی؟ سخت که نبود برات. درسته؟ سخت که نبود برات. حالا حله معلمت خوب بود. چون حالا این صفحه رو میبینی؟ من الان میرم کنار این صفحه رو، اصلا دلت خواست اسکرینشات ازش بگیر. خب نگاه کن، من الان میرم کنار نگاش کن. میگه بعد از let و make فعل ساده میاد، بعد از افعال مودال هم فعل ساده میاد. پس بچه ها شکل ساده فعل اینجاست. قبوله تا اینجا؟ نظام قدیما یه سری چیزای دیگه هم داشتن. اگر جای شنیدی بعد از used to، would rather، had بده، دیگه شما اینا رو ندارید، خیالتون راحت. این برای بچهای نظام جدیده. برم بعدی. yes، بریم بعدی. قبل از اینکه برم بعدی اینو پاک کنم، برم بعدی رو نگاه کنم چیه. وای اینجا دیگه خیلی بهت مزه میده. برم ببینم چی میخواد به هم بگه. خب من یه تست مینویسم. نگاه کن تخته رو. مینویسم جای خالی English is easy. گزینه هاشم حالا to learn، learning، یا speak، to speak، speaking، spoken، هرچی، اصلا اینش مهم نیست. تو جواب سوال منو بده. به من بگو ببینم جای خالی کجای جمله است؟ اول جمله، وسط جمله، آخر جمله؟ دمت گرم.
جا خالی اول جمله است. جای خالی English is easy. اینا مثلا تست شماره 1. بچه ها چند ثانیه طول میکشه بفهمین جا خالی کجای جمله است؟ یه ثانیه. بعدش هم بیا برای من شاخ شو. چه شاخی بشم برات؟ بیا یاد بگیر. ING form یکی از جاهایی که میاد وقتیه که جای خالی اول جمله باشه. تموم شد رفت. اگر مثل این تست جا خالی اول جمله بود من ING رو میزنم. تمام. یه استثنا داره، استثناشو الان میگم. فهمیدی؟ الان میگم. میگم اگر داشتی تست میزدی مثلا همین تستت بود جای خالی، بعد دوباره یه جمله ادامه نگاه کن. جای خالی English is easy کاما یه جمله ادامه. میگم اگر جای خالی اول جمله بود شما ING رو بزن، مگر اینکه فعل کاما، یا مگر اینکه کاما دیده باشی. اگر کاما دیدی دیگه اون موقع بیا فعل با تو رو بزن. پس یه دور بریم با هم جمعش کنیم هرچی بود. بریم. الان دوباره میگم، نگران نباش. میگم آقا اگر جای خالی اول جمله بود شما ING رو بزن. تمام شد. مگر اینکه توی تستت یه کاما ویرگول ببینی، اون موقع فعل با تو رو بزن. یعنی چی پالیزبان؟ بزن نگاش کن الان اینجا رو. تخته رو نگاه کن یکی. اینجا رو نگاه کن. تست رو نگاه کن. معنی کردن نداره سر کلاس ما، این مسخره بازیه چی که معنی کنی؟ گزینه‌ها رو نگاه کن یه دقیقه. گزینه‌ها رو نگاه کن. exercising exercise to exercise exercised. خب جا خالی کجای جمله است؟ جای خالی اول جمله است. گفتم ببین کاما داره یا نداره. بله کاما دارم میبینم. گفتم اگر جای خالی اول جمله بود با کاما شما با تو بزن. اگر جای خالی اول جمله بود بی کاما، یعنی کامای وجود نداشت، شما ING بزن. الان جای خالی اول جمله است با کاما یا بی کاما؟ بگونم با کاما یا بی کاما؟ با کاماه. بارکالله. چون با کاماه منم با تو میزنم. جواب میشه گزینه یه. بگی. دمتون گرم. آفرین. تمام شد رفت. بعدی رو نگاه کن. بیا این تست رو با هم بزنیم. نگاه کن. جا خالی کجاست؟ اول جمله. کاما میبینی تو کل تست؟ آره یا نه؟ نه. پس جا خالی اول جمله است. بی کاماست. بی کاما بود چی میزدم؟ آینجی. بعدی جا خالی اول جمله است. این تکراریه. ولی چون کاما داره با تو رو میزنم. تمام شد. پس اگر جای خالی اول جمله بود من ING انتخاب میکنم، مگر اینکه کاما داشته باشه. این از این سخت که نیست. نه. حالا بریم بعدیش. دوباره تخته رو نگاه کن. بیاین یکی تخت. خب ببین چی میخوام بهت بگم. اینجا رو دقیقه نگاه کن. باز این جای خالی تو. اوکی. میگم بچه ها اگر دقیقاً قبل از جای خالی، کلمه یس رو دیدی، خدایی اینو دیگه ای بی سی دی هم بلد نباشی، یس رو دیگه تا حالا تو عمرت شنیدی. میگم اگه یس دیدی، منفی یس میشه چی؟ یس بله است. نو. تموم شد. یا اینکه اگر دت دیدی، میگم همینو برای من حفظ کن. بعد از yes, no, that ING میاد. بعد از چی؟ yes, no, that. هاج خانوم ING چند جا تا اینجا الان میاد؟ دو جا. یک اگر جای خالی اول جمله باشه، دو بعد از yes, no, that. حله. تموم شد رفت. بریم ادامه بدیم. خدایی سخت که نیست. میدونین خودتون جوابش چیه دیگه. معلمتون خوبه. بریم بعدی. خب. بعدی رو نگاه کن. بیا ببین چه خبره. نگاه کن. باز اینم جای خالی تو کنکوره. اگر دقیقاً قبل از جای خالی حرف اضافه داشتی. من اینطوری می نویسم. بلا فاصله بعد از
حروف اضافه. فعل با چی میاد؟ آینجی. اوه خان بزن، من حروف اضافه رو بلد نیستم، نگران نباش. حروف اضافه چی هن؟ اسمشون روشونه، چیزای اضافه، چیزای ریزمیز بیمعنی مسخره در زبان انگلیسی، چیزای ریز و کوچولو و اینا در زبان انگلیسی. مثل چی؟ من بنویسم تو هم دیگه میدونی. این تمام شد. ببین چیزای ریزمیز و کوچولو موچولو در زبان انگلیسی میشه حرف اضافه. این، آن، میبینی؟ آف، ات، ویت، به اینا همه میگن حرف اضافه. اباوت، ویداوت. بچه جالبه، مهمترین این حرفای اضافه یعنی پرتکرارترینشون توی کنکور بایه. بای معنیش میشه به وسیله توسطه، معنیش که برای مهم نیست اصلا. نگاه کن الان میگم یارو مرد، میگه ایول چجوری؟ میگم بس سیگار کشید. بای بعد از بای اگه بخواد یه فعل بیاد بعد چجوری بیاد؟ خاموش رفت بای سموکینگ. فهمیدی چی شد؟ یا مثلا معنیش برات مهم نباشه، تو فقط نگاه کن فعلی که بعد از اینا دارم میارم و دقت کن چجوریه. نگاه کن، I'm interested in playing tennis. I insist on studying. I'm afraid of drive رو بعدش میارم، driving. I'm good at teach رو بعدش میارم، teaching. I'm bored with work رو بعدش میارم، working. تمام شد. پس بعد از حروف اضافه فعل بعدی با چی میاد؟ با ing میاد. بعد از حروف اضافه فعل بعدی با چی میاد؟ is جزء حرف اضافه ها نیست الهه جان. ببین مریم، اصلا امکان نداره که چیزی رو که من میگم اصلا، حالا یه ذره میری تو دنیای مجازی خودتون سرچ کنی متوجه میشین دیگه بچه ها انقدر باهوش شدن که دیگه کسی به نظر من نمیتونه مثل اون برنامه های حالا نمیدونم کنکور فلان از کنکور بیسار است بیاد بچه ها رو دیگه گول بماله. اون مال زمانه قدیم بود. خب انقدر بچه ها باهوش شدن که بلافاصله میرن تو شبکه اجتماعی اینور اونور طرف رو رصد میکنن، پیدا میکنن، کامنت میخونن، اینو میخونن ببینن طرف کجا داره درس میده، چیکار داره میکنه. به خاطر همین اصلا من خودم اول میمدم از خودم میگفتم، میگفتم من اینم. بعد دیگه از یک سالی به بعدش وقت نمیادم سر کلاسام دیگه اینو بگم، من این کارو میکنم، من اون کارو میکنم. ببین دیگه انقدر باهوش شده که یه سرچ کوچولو بکنید همه چی معلم دستتون میاد. دقیقاً مدل کلاسای ما این شکلیه. ببین دلیل اینکه موضوعی درس میدم همینه. ببین کل آی ان جی های کتاب های 10م 11م 12مو جمع داریم میکنیم. فهمیدی چی شد؟ الان همه آی ان جی ها داره جمع میشه تو این 4 تا، دیگه جای دیگه آی ان جی نمیاد. همه فعلای ساده رو جمع کردیم تو بعد از لتو مک، بعد از مودال، فعلای با تو هم همینطور. همه سالها رو جمع میکنیم با هم میذاریم جلوی شما، میگیم حالا بیا تستشو بزن. امکان نداره خارج از اون چیزی که میگم شما یک دونه تست بیاری بگی پالیزبان این با روشتو حل نمیشه. در این حد ما بهش مطمئنیم. خب بیایم برگردیم سراغ درسمون. بیان یه پرید. متشکرم. نه من همه چی درس میدم، گرامر، لغت، درک مطلب، همه چی دیگه، همه چی با هم دیگه است دیگه. مگه میشه کسی بیاد فقط گرامر درس بده یا لغت فقط درس بده یا فقط درک مطلب درس بده؟ زبان یه پکیجه، پکیج 100%ه. خب که از این 100% ما همه چی رو تیکه میایم در اختیار شما میذاریم. خب بریم سراغ درسمون. حیفه اینا ان شاءالله سر کلاسمون اومدین و اینا همه رو صحبت میکنیم و میگیم چی به چیه. بذار درس عقب نمونیم، حداقل بتونیم 4 تا تست بزنیم. چی شد؟ یه جاداوری بکنم ازت. بعد از لتو میک فل ساده میومد، بعد از مودال فل ساده میومد، اون فلای ساده یا بدون تو بود. ing form تا الان 3 جا اومد. 1 اگر جای خالی کجا باشه؟ اول جمله. 2 بلا فاصله بعد از yes no that فعل ing میاد. 3 بلا فاصله بعد از حروف اضافه. پالیزبان حروف اضافه چی بود؟ حروف اضافه چیزای ریزمیز جغزله پغزله در زبان انگلیسی بود. خب که این هم همه حروف اضافه تو جزوهتون همه حروف اضافه نوشته شده. در نهایت هم 4 5 تا بیشتر از اینه، نگران نباشید. اوکی بیا اینجا رو یه دقیقه نگاه کن. بیا این یکی تخته رو نگاه کن. بیا نگاه کن. تست بچه تجربی بود. یه دقیقه گزینه هاش رو نگاه کن. گزینه ها رو نگاه کن. با تو، ساده، یعنی بدون تو، میبینی؟ خب اینا این اس داشت، این ریتز بود اینجا. اینو بعد درستش میکردیم، درستش نکردیم. خب ببین با تو، بدون تو، آی ان جی. میبینی؟
پس گزینه ای که اس داره میره کنار. شما دقیقاً قبل از جای خالی چی داری میبینی؟ چی داری میبینی؟ تام شد. بای دارم میبینم. بلا فاصله بعد از بای فعل با چی میاد؟ آی ان جی. برم بعدی رو نگاه کنم. بعدی رو نگاه کنم. گزینه ها. ساده، یعنی با تو، بدون تو، آی ان جی. میبینی؟ برو خونه تو. کجا رو نگفتم نگاه کن موقع تستای این درس؟ قبل از جای خالی. دهت دارم. پالیزبان الان به من درس داد. بعد از. Yes, no, that fell by ing میاد. آیدا جان معلم تشخیص میده چه سطحی از تست رو باید کار بکنه دیگه. تیکه تیکه میریم جلوتر و کلا مدل درس دادن منم هم همین شکلیه. از آسون همینجوری میریم جلو رو به سخت. بریم بعدی. حالا اینجا رو نگاه کن. اوه رسیدیم به یه چیز دیگه. این تخت رو نگاه کن. چهارم اینجایی که فعل با آی ان جی میاد بچه ها، بعد از یه سری فعله که با تلفظ‌های مختلف اینو میشنوین، میگن فعلای جرند، فعلای دروند، هر با هر چیز شنیدین. خب خیلی با جرند اکثرا میشنون که تلفظ غلطیه. خب میگن یه سری فعلا هست که همکارا ما میام میگن فعلای جرندن که تلفظش میگم غلطه. خب بعد از اون فعلا فعل بعدی با آی ان جی میاد. من نمیخوام اسمشون رو فعلای جرند بذارم. میخوام یه کاری کنم. بهشون میگم آقا بعد از افعال خانواده اینجوری. تاش. میگم بعد از افعال خانواده اینجوری اگر بخواد یه فعلی بیاد اون فعل با آی ان جی میاد. میگی نه نگاه کن. ببین چجوری الان حالشو میبری. میگم این آقا این الان افعال خانواده اینجوری میبینی؟ بعد از افعال خانواده اینجوی فعل با آی ان جی میاد. آقا آی اینجوی تیچ رو بعدش بیار. تیچینگ تام شد. حالا پالیزبان افعال خانواده اینجوی چیان؟ این یکی تخته رو یه دقیقه نگاه کن. اینها افعال خانواده اینجوی همینی ان که اینجا داری میبینی. هی من تیکه 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 میام جلو. بیا اول با هم تلفظ کنیم ببین تلفظشو میفهمیم چی به چیه. فینیش. بعدی هست اینجوی. بعدی هست استاپ، بعدی هست مایند. اینا فعل بعد از خودشون رو تبدیل به آی ان جی میکنن. میگی نه نگاه کن. بعد از اینجوی میخوام تیچ رو بیاری، میشه تیچینگ. بعد از استاپ میگم اه بس کن گریه کردن رو. البته که برای استاپ استثناشو میگم. بس کن گریه کردن رو میشه استاپ کراینگ. یا مثلا میگه وود یو مایند، بعد از مایند میخواد اوپن رو برات بیاره، میشه اوپنینگ. فهمیدی؟ حالا کاری با این ندارم. خانم پایزبان این فعلا چند تا؟ این فعلا 17 18 تایی هستن بچه ها. اوه من چجوری اینا رو حفظ کنم این 17 18 تا رو؟ خیلی راحت. بیا یه ریتم بهش بدین. برو نگاش کن. فینیش، اینجوی، استاپ، مایند. بخونش. فینیش، اینجوی، استاپ، مایند. بخونش. فینیش، اینجوی، استاپ، مایند. بخونش. فینیش، اینجوی، استاپ، مایند. حفظ شدی؟ حفظ شدی بگو حفظ شدم ها. ریتمشو بگی. فینیش، اینجوی، استاپ، مایند. حفظ شدی بگو حفظ شدم. بارکلا. دمتون گرم. حالا نگاه این تختش نکنین. از حفظ بگیم ببینم چی میشد. بعد از چی بود؟ فینیش، اینجوی، استاپ، مایند. دقیقا. بریم بعدی. خط بعدی. همون بالا رو که داریم دیگه میبینی؟ این تصویر من باید بک‌گراند درسته بک‌گراند این بشه درست. حالا اینجا رو نگاه کن چی شد پس؟ خط اول که دارم finish, enjoy, stop, mind. بریم بعدی. keep, consider در نظر گرفتن معنیش مهم نیست. من که با معنی نمیخوام تست بزنم. dislike دوست نداشتن معنیش مهم نیست. میخوام ریتمش رو حفظ کنم. نگاش کن finish, enjoy, stop, mind. keep consider of dislike. میخوام آقا ریتمش بمونه دیگه. پچی شد finish, enjoy, stop, mind. keep consider of dislike. هی به خودت همینو بگو. برو finish, enjoy, stop, mind. keep consider of dislike. finish, enjoy, stop, mind. keep consider of dislike. حفظ شدی بگو حفظ شدم. شما درد نکنه. متشکرم. مرسی خیلی لطف کردی. خب چی شد پس؟ داری حفظ میشی دیگه. برو
یه بار تو خونه برای خودت اصلا بشکن و بالا بنداز دیگه، تو خونه دیگه کسی نمیشنوه که. برو 1 2 3 finish enjoy stop mind keep consider of dislike. بریم خط بعدیش از بالا، ما که ریتمشو داریم که، برو دوباره نگاش کن. finish enjoy stop mind keep consider of dislike. خط بعدیش من اینو اشتباه تلفظ میکنم که ریتمش رو حفظ شیم، میخونمش quiet، میخوام ریتم داشته باشه. quiet and waste. waste میدونه یعنی چی؟ تو فیلم ها خیلی اینو میشنوی، مثلا مامانه به بچه میگه don't waste your، منقدر مثلا پولتو خرج این دختره یا پسره نکن. don't waste your money، هی هدر نده. don't waste your time، انقدر وقتتون رو هدر ندین. don't waste your energy، انقدر انرژی نذار برام چیزی. waste یعنی هدر دادن، اتلاف کردن. حتی به سطل آشغالم میگم waste basket. اینو گفتم شاید در یادگیری بهتون کمک کنه. ببین پچی شد، تلفظش شد quiet and waste and risking. برو با حفظ شو با من. quiet and waste and risking. quiet and waste and risking. بریم از اول با هم بخونیم. بالا بالا بریم بریم بریم. برو 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 برو. چی شد؟ finish enjoy stop mind keep consider of dislike. برو بخون. داداشت هم داره میخونه. فاطمه میگه داداش هم داره میخونه. اتفاقا یکی از بچه تو اینستا برام یه چیز فرستاده، توتیشون هم داره اینا دیگه باش میخونه. حالا ببینیم چطوره. برو برو ببینم چی شد. برو 1 2 3 برای خودت ضرب رو میز بگیر، یادت نره. برو finish enjoy stop mind keep consider of dislike quiet and waste and risking. حفظ شدی بگو. حفظ شدم. دم شما گرم، دم شما گرم. ببینیم از حس میتونی به خودت بگی چی شد. بریم نگاه کنیم همینو. finish enjoy stop mind keep consider of dislike quiet and waste and risking. بریم خط بعدی، بریم خط بعدی، ببینیم خط بعدی چیه. نگاش کن، نگاه کن، بالا بخونیمش، بالا بخونیمش. finish enjoy stop mind keep consider of dislike quiet and waste and risking delay. دیلی بچه دیدی یه جوک تعریف میکنه یارو یه رو بد میخنده میگه بابا اسکل دیلی داره. خب دیلی داشتن یعنی تاخیر داشتن. میگه من به جلسه میرسم ولی با دیلی میرسم، با تاخیر میرسم. بعدی دینای رد کردن، انکار کردن. پس شد دیلی دینای. و میس دل تنگ شدن. پس من میگم دیلی دینای اند میسینگ. و خط آخر suggest avoid imagine. میخوام بهت 2-3 دقیقه وقت بدم اینو همین جوری ریتمشو بگیری و بری. ها برو ببین چی شد. بریم با هم ببینیم چی شد. finish enjoy stop mind keep consider of dislike quiet and waste and risking delay deny and missing suggest avoid imagine. چرا پیج سرچ کنی میاد محمد؟ معنی کلمات آخر. رضا تو که تستو با معنی نمیخوای بزنی ولی باشه میگم. suggest پیشنهاد دادن، avoid انکار کردن، دوری کردن، imagine تصور کردن. suggest avoid imagine. من 1 دقیقه سکوت میکنم اینو حفظ کنیم ببینم چیکار میکنی. نرگس لام اصب، تو نمیدونی من اسمم چیه؟ اومده نشست سر کلاس. من آیدین پالیزبانم. الان اینجا تایپ میکنم تو شما دارین حفظش میکنی. الان چش، مرسی. پس چرا پی نمیگیره؟ یه پالیزبان اونجا بی زحمت تایپ کنی. نمیتونم پالیزبانش رو تایپ کنم. من میزنمش بالیزبان، شما بخونینش پالیزبان. خب بریم ببینیم چی شد. بریم ببینیم چی شد. یه بار آنها از حفظ بخون ببینم چی جوی شد. برو 1 2 3 برو. finish enjoy stop mind keep consider of dislike quiet and waste and risking
delay, deny and missing suggest avoid imagine. بعد از این همه دیشتیندیرین فعل بعدی با چی میاد؟ با ing میاد. آقا سر بالا تخته رو نگاه کن، سر بالا تخته رو نگاه کن. من میگم فعل های دوم به بعد سه تا شکل داشتن. سه تا شکلش چی بود؟ با تو، بی تو، ing. بریم سراغ بدون تو ها، یعنی شکل ساده فعل. بدون تو ها دو جا می اومدن. کی زرنگ تره بگه اول کجا میاد؟ یک بعد از دو تا فعله. بعد از دو تا بارکلا، آفرین. بعد از دو تا فعل let و make فعل به شکل ساده میاد و بعد از مودال. بیام ing فرمی که الان یاد گرفتیم. آقا بگو تو خونه بلند به خودت بگو ing فرم چند جا میاد؟ بارکلا، بارکلا. یک اگر جا خالی کجا باشه؟ تایپ کن ببینم. بارکلا. دو بلا فاصله بعد از سه تا کلمه یه تایپش کن. بله بارکلا. Yes, no, that. بارکلا. سه بلا فاصله بعد از حروف چی بود؟ اضافه. پالیز با حروف اضافه چی هم باید چی جوی افزار؟ چیزای اضافه ریزمی در زبان انگلیسی مثل این، آن، ات، آف، وی. مهمترین حرفای اضافه پرتکرارترینش چیه؟ بای. دقیقا دقیقا دقیقا. حالا و بعدیش بعد از افعال خانواده چی بود؟ افعال خانواده اینجوی. بیایم این یکی تختمون رو نگاه کنیم. افعال خانواده اینجویمون چی بودن؟ آها بریم نگاه کنیم ببینیم افعال خانواده اینجویمون چی بودن. ریتمو بگیر و برو 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 برو, برو. چی بود؟ آها finish, enjoy, stop, mind, keep, consider, off, dislike, quiet and waste and risking, delay, deny and missing, suggest, avoid, imagine. بعد از این دیشتی رو دیدین که والیزبان یاد داد فعل بعدی با چی میاد؟ با ing میاد. پس یه بار دوباره با هم بریم. برو ببینم چطور میخونیتش. برو 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 برو. یک دو سه برو. finish, enjoy, stop, mind, keep, consider, off, dislike, quiet and waste and risking, delay, deny and missing, suggest, avoid, imagine. بعد از این فعل دیشتین دیرین شما، بعد از این فعل دیشتین دیرین شما فعلای بعدی با چی میاد؟ تایپ کن ببینم با چی میاد؟ بارکلا، بارکلا، بارکلا. پس یه جنبندی، یه جنبندی. همین جنبندی رو اینجا نوشتم. گفتم میتونی ازش اسکرین بگیری. برم ببینم ing فرم چند جا میاد. تایپ کن چند جا میاد. انگشت درد گرفتی ولی ارزشش رو داره. یک اگر جای خالی، میبینی که نوشتیم. اگر جای خالی کجا باشه؟ اول جمله. بارکلا. دو بعد از سه تا کلمه yes, no, that. سه بعد از حرف اضافه. میخوام برام تایپ کنی مهمترین حرف اضافه چی بود؟ بارکلا. و بعد از دیشتین دیرین های خانواده اینجوی. حالا یه دقیقه نگاه کن، یه دقیقه نگاه کن. وقتمون کمه، 5 دقیقه مونده. باز اون چیزی که گفتیم رو بگیم بعد دوباره هی بیایم. دوباره حالا با توش الان مون متاسفانه. ولی حالا بریم کار خودمون رو بکنیم. بریم کار خودمون رو بکنیم. میخوام تستشو بزنیم. تست رو نگاه کن، تست رو نگاه کن. میبینی live، to live با تو، بدون تو، ing. شما برو خونت. دقیقا قبل از جای خالی چی میبینم؟ چی میبینم؟ imagine. suggest, avoid, imagine. فعل باید با چی بیاد بعد از این دیشتین دیرینه؟ با ing. معنی کردی؟ نه. کلشو خوندی؟ نه. اگه از اول میخوندی هم حتی ممکن بود گیر بکنی. کاری نداشته باش. تو برو تست 15. تو گزینه ها میبینی؟ با تو، بدون تو، ing. شما برو خونت. قبل از جای خالی. هیم چیزی نبود. نه لتو میک بود. نه اون دیشتین دیرینا بود. نه حرف اضافه است. خب یه دونه بیام عقب‌تر. چی میبینی قبل جا خالی؟ بارکلا. پس بعد از let و make فعل به شکل نه تینا نه 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 بچه ها
اساکیل جمع اسکل ها. چرا آفرین دارین درست میشین. بعد از لتو میک فل ساده میومد دیگه. اینجوری از کجا در آوردی؟ بعد از لتو میک فل ساده میاد. الان اینجا شما لتو میک میبینی آی ان جی بزنی؟ نه. چه میدونم یس نو دت میبینی آی ان جی بزنی؟ نه. حروف اضافه میبینی آی ان جی بزنی؟ نه. دیشتین دیرینا رو دیدی؟ نه. پس چی بود؟ بعد از لتو میک فل به شکل ساده میاد. الان جوابش میشه گزینه چند. نگاه کن دوباره تستو. دوباره بریم روی این تخته. الان بچه ها از پشت صحنه میبرن روی این تخته. بریم دوباره روی این تخته. دوستان میشه ما رو ببرین روی این تخته؟ بچه ها فکر کنم در رو چراغ رو خاموش کنم بکنم خودم برم دیگه. هیچ کی نیست اومد. آه اومدن. خب پس آقا بعد از لتو میک فعل به شکل ساده میاد. پس جواب میشه گزینه چند؟ برکالله. بیا اینجا. تست شماره یکشو میخواییم با هم بزنیم. ببینم شما قبل از جای خالی چی میبینی چی میزنی. دقیقا قبل از جای خالی چی میبینم؟ avoid. avoid شما رو یاده چی میندازه؟ suggest. avoid imagine. دیشتین دیرینا میبینی؟ avoid. ببینی یه فعل ing یه فعل ساده. این گزینه سه رو نگاه کن عجب بد جنسیه. هم تو هم ing نداریم که. یا تو یا ing. میبینی؟ قبل از جای خالی avoid میبینم. اه بعد از suggest avoid imagine دیشتین دیرین جواب میشه گزینه یه دو. تست شماره دو رو بریم با هم دیگه بزنیم. تست شماره دو رو بریم با هم بزنیم. چی میبینی؟ قبل از دقیقا قبل از جای خالی چی میبینی؟ اوه بای من یاد حروف چی میندازه؟ اضافه دیگه. اصلا شاخ شدین امون نمیدید بنده جواب بدم. بله فعل باید با چی بیاد؟ ing. بریم تست سه. ما هر سوالی کار میکنیم تو کلاسمون واسه کنکوره. من کلاً تعریفی خیلی خوشم نمیاد. چون وقتی تست کنکور حل میکنیم بچه خیلی حالش بهتره. به خاطر همین هر درسی که بهتون میدیم بلافاصله تستای کنکورشو باهاتون کار میکنیم. خب چی میبینی قبل از جای خالی؟ imagine. بعد از suggest the word imagine چی میزنیم؟ ing. اینجوری نگاه نکنید خوشحال. تو کنکور بچه‌ها میشینن اینا رو معنی میکنن. فکر کن. تست شماره 4 5 ببینیم چیه. 6 رو هنوز نگفتم. فقط 4 و 5 رو می‌خوایم بزنیم. دست رو ماشه ببینم 4 رو چی میزنینا. چی میبینی قبل از جای خالی؟ بارکالله بارکالله بارکالله. قبل از جای خالی حرف اضافه این رو دارم میبینم. تموم شد رفت. بلا فاصله بعد از حروف اضافه فعل با ing میاد. بریم 5. حیف باشه فعل با تو موند. با حیف لیرات نداره. بریم 5. ببینم قبل از جای خالی چی میبینی چی میزنی. جوابتو تایپ کن ببینم. برکالله آفرین. چی میبینین؟ let. چی میزنین؟ ساده. دقیقا. تست 9 یه دقیقه نگاه کن. 9 بالایی رو هنوز نگفتم. اونو با توایی هم که نگفتم. تست 9 یه دقیقه نگاه کن. تست 9 رو نگاه کن. معنی کردن نداره. جا خالی کجاست؟ اصلا دمتون گرم. امون نمیدین. جا خالی کجاست؟ اول جمله بدون کل تست کاما. جا خالی اول جمله بی کاما چی میزدم؟ ing. و سلام. متاسفانه. فکر میکردم وقت بیشتر بیارم. یعنی میخواستم با تو هلپم بهتون بگم. هرچند که اونا از اینا هم باحالتره حالا. دیگه حالا نرسیدیم. ایراد نداره. بچه ها لطفا دیگه تخته رو بردارید. من رو نشان بدهید به بچه ها. خب آره خودمونم دوست داریم بیشتر وقت بگیریم ولی خب اینجا استودیو خیلی شلوغه و متاسفانه دبیرهای دیگه و بچه‌های دیگه منتظرن که حتما بریم روی صفحه، یعنی بریم که کلاس‌ها رو داشته باشیم. خب خوشحال شدم که دیدمتون. امیدوارم که کلاس براتون خوب باشه و اینکه ثبت
برای شروع کلاس ها و ثبت نام کلاسیتون لطفاً پیج بنیان دانش رو فالو کنید. خانم دستیار پاسخ گه بلتای هم... چی میگن دستیار های خانم دستیار پاسخ بیه همه سوالاتون هستن. من نمیدونم کلاس چطور بود، البته که هر چقدر کلاس خوب بود مثل همیشه با صدای دست و جیغ و هوراتون ما رو همراهی کنید. پنجشنبه خود خانم دستیار کلاس دارن، درسته؟ 6:30. آره متشکرم، مرسی مرسی مرسی، متشکر، ممنون ممنون از این همه انرژی خوبتون. امیدوارم که همتون رو ببینم سر کلاس، انرژیاتون هم کم نشه. پنجشنبه برنامه خانم دستیار رو یادتون نره ببینید ساعت 6:30. از دست ندید که ما همه اینجا تیمی هستیم، یکی از یکی پر انرژی تر برای رسوندن شما به اون چیزی که تو ذهنتونه. میبوسمتون، موفق باشین، خدا نگهدار، خدافظ، خسته نباشین.